فاطمه زیبایی هستم از پایگاه خبری ایران دکونومی. در حاشیه 24مین دوره از نمایشگاه رسانه ایران در خدمت خانم رکن‌الدینی از مجله اقتصادی تجارت جمهوری هستم. سلام خانم. سلام عرض می‌کنم. خدا قوت در خدمتتون هستم. چم مرسی. یکم راجع به مجله تجارت جمهوری برامون توضیح بدید. مجله تجارت جنوب نخستین مجله اقتصادی در سطح جنوب کشور، دفتر مرکزیشون استان هرمزگان هست که از سال 93 فعالیت خودمون آغاز کردیم و مستمرن داره منتشر میشه. خیلی عالی، مرسی. آینده خوشبختی توی رسانه چطور ارزیابی؟ ببینید، من اجازه میخوام اول یه توضیح کلی بدم در خصوص وضعیت رسانه ها، حالا این تحول بزرگی که در حال انجامه و داره شکل میگیره و آینده‌ای که ترسیم هست در واقع برای رسانه های مکتوب خصوصا. ببینید، ما ماهنامه هستیم. ماهنامه امروز دیگه فزاد به عنوان یک رسانه مکتوب قطعا شما میدونین جواب نمیده. در زمانی که شما حرف از هوش مصنوعی میزنین، حرف از اطلاعات ثانیه‌ای و پمپاژهای خبری آنی میدین، اصلا تعریف نشده، یعنی هیچ، باید به حاشیه بره. خدا رو شکر ما تونستیم همگام با رسانه‌های مدرن و دیجیتال خودمون رو پیش ببریم، به جهت اینکه از قبل این پیشبینی رو داشتیم که رسانه‌ها دچار یک تغییرات اساسی خواهند شد و ذائقه های مخاطبین هم هر روز تغییر میکنه. امروز اگه دقت کنین با ورود فضای مجازی، حالا تا برسیم به این که هوش مصنوعی چه اتفاقی افتاده، فضای مجازی بوی سبقت رو گرفته، قلم رو گرفته از رسانه های مکتوب، کاغذ رو گرفته. شما همینجا شاهد هستین در این نمایشگاه، الان میبینین که رسانه های مکتوب، روزنامه ها چندان حضور ندارن. این دلیلش چی میتونه باشه؟ بخش عمده اقتصاد رسانه است، بخش عمده مخاطبانشون هست. استقبال از رسانه مکتوب الان واقعا نمیشه و دلیلش چی؟ دلیل این که ما نتونستیم همگام با رسانه‌های نوین، همگام با دیجیتال، همگام با دنیا پیش بریم. هرچند کارکرد رسانه مکتوب مثل کتاب شاید کارکرد خاص خودشو داشته باشه، اما مخاطبای ما دیگه اون مخاطبای قدیم نیستن. نسل جدید، نسل زد، پابند به رسانه‌های مکتوب سنتی نیست، حتی حوصله قلم گرفتن به دست و نوشتن رو نداره، تا چه برسه خوندنشون. دنبال آنی، دنبال اخبار لحظه‌ایه، دنبال اطلاعات لحظه‌ایه، وقتش براش اهمیت داره. شما یک کسی حوصله دیدن کلیپ‌های 5 دقیقه‌ای رو نداره، حتی تو رسانه‌هایی که الان به روز شدن. کسی نمیاد روزنامه 16 صفحه رو ورق بزنه دیگه، بره از گیشه بگیره بیاره، چون صرفش به صرفه نیست. رفتنش، اومدنش، خریدش، وقت گذاشتنش، با یک کلیک میتونه امروز تمام اطلاعات دنیا رو به دست بیاره. دیگه نیازی به یه روزنامه نداره که تخصصی فرضاً در خصوص یه منطقه، استانی، محل، شهری اطلاعات بگیره. هر اطلاعاتی رو میخواد، هر خبرش میخواد، خودش میتونه سرچ کنه، دست بیاره. از طرفی هم داره پمپاش خبری میشه، یعنی رسانه ها اینقدر افتادن تو رقابت که اونا دارن دیگه تصمیم میگیرن، دارن ذائقه سازی میکنن برای نسل جدید. از نسل زد بهتون گفتم، نسل زد دنبال خوراک رسانه لقمه ای، دنبال این که وقتش رو بهترین نه و احسن بتونه مدیریت کنه و کاملا متفاوت. سلزم این هست که ما به روز بشیم و تمام تلاش کردیم امروز که اینجا هستیم، بیانگر این هست که تونستیم خودمون رو در اون شرایط، حالا کرونا یه بخشی اتفاق افتاد، بالاخره خیلی ضربه زد به اقتصاد رسانه، همکاران ما به حاشیه رفتن، ولی ایستادیم و اومد کردیم
تا اینکه حالا امروز اینجا هستیم. ولی خب متاسفم خیلی از همکاران ما نتونستن رسانه مکتب سنتی تو این نمایشگاه شرکت کنن. انشالله سال بعد حالا چراغ اینا روشن بشه تو این نمایشگاه. در خصوص هوش مصنوعی هم که خب داره فراگیر میشه، آینده تقریبا هم مبهمه، یعنی ما نتونستیم حالا یا نتونستن ما با عنوان رسانه میگم نتونستیم خودمون رو بروز کنیم با این هوش مصنوعی، و از طرفی هم من فکر میکنم متولیان مسئولان مربوطه نتونستن این پدیده جدید رو بیارن تو حوزه رسانه معرفی کنن، یعنی آموزش بدن. داره اقداماتی میشه، شروع شده، ولی احساس میکنم هنوز خلأ وجود داره. یعنی اون متولیان باید خیلی روی مزشون، ما نمیتونیم اینو پس بزنیم. چیزی که داره یه جریان آبیه، یک جریان اطلاعاتی که داره ورود میکنه به زندگی ما خانه‌ها، باید بپذیریمش. بنابراین مقاومت جلوش نمیشه کرد، نمیشه سد گذاشت. ما باید همگام با این پیش بریم، باید دانشمون رو ارتقا بدیم، و این مستلزم اینه که مسئولان مربوطه بیان واقعا رسانه ها شروع کنن، اول خودشون اشراف داشته باشن رسانه ها به این قضیه، تا بتونن اونو به خوبی منتقل کنن برای جامعه. از بالاخره کارکردهای مثبت و خوبی داره، مثل هر پدیده نوین دیگری که میاد وارد زندگی ما میشه تبعاتی داره، مزیت‌هاش بیشتره. این فرهنگ سازی بشه، بدونیم کجا از کجا استفاده کنیم، از چه مزیتش ما بتونیم بهره مند بشیم. در خدمتتون هستم. خیلی عمالی، صحبتاتون واقعا کامل جواب سوال بعدی من بود. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از وقتتون. قربان شما. تشکر می‌کنم. قربان شما. با ما هم